کمتر سیاستمداری میتواند در گل فرو برود، به یک کودک تنه بزند، با سوسیس شست بگیرد و نه تنها دوربین ها همه جا مثل یک خواننده یا بازیگر دنبالش کنند که محبوبیتش بالا برود و نخست وزیر هم بشود. بوریس جانسون هر چه باشد یک سیاستمدار معمولی نیست. الکساندر بوریس دففل جانسون را خانواده و نزدیکانش ال صدا می کنند، ولی بین مردم به بوریس معروف است. او 55 ساله و متولد نیویورک است، لیسانس ادبیات باستانی از دانشگاه آکسفورد دارد و در کارنامه‌اش سابقه روزنامه نگاری، نمایندگی مجلس، شهرداری لندن و وزارت خارجه دیده می شود. در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی، وقتی که سنگ بنای اتحادیه اروپا به شکل امروزیش داشت شکل می گرفت، بوریس جانسون خبرنگار بروکسل دیلی تلگراف بود و گزارش‌های سرگرم کننده و البته سوال برانگیز درباره برنامه‌ها و مقررات این نهاد می‌نوشت. گزارش‌هایی که به بدبینی‌های محافظه‌کاران در بریتانیا درباره این نهاد دامن می‌زد. دو دهه بعد وقتی هم مدرسه‌ای و دوست قدیمیش دیوید کامرون عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را به همه پرسی گذاشت، او دو مقاله در حمایت از ماندن و خروج نوشت، ولی در نهایت من تصمیمم رو گرفتم. اصلا نمیخواستم جلوی دیوید کامرون یا دولت بایستم، ولی کار دیگه ای نمیتونم بکنم. از رأی به خروج حمایت میکنم. او به سرعت در کنار مایکل گوو وزیر وقت دادگستری رهبری ستاد هواداران خروج را به عهده گرفت. پیام امید و پس گرفتن کنترل امور باعث پیروزی غیر منتظره خروج در همه پرسی شد. معتقدم این پنجشنبه می تواند روز استقلالمان باشد. البته در کنفرانس خبری صبح روز بعد از پیروزی اثری از شادی در چهره آقای جانسون دیده نمی شد. با استعفای دیوید کامرون بسیاری رسیدن بوریس جانسون به آرزوی دیرینه‌اش برای نخست وزیری را قطعی می‌دانستند، ولی وقتی مایکل گوو هم داوطلب نخست وزیری شد، به این نتیجه رسیدم که من نمی‌توانم نخست وزیر بعدی باشم. با وجود این آقای گوو رقابت را به ترزا می واگذار کرد، ولی 3 سال بعد با ناکامی ترزا می در خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا، بخت دوباره به بوریس جانسون رو کرد تا با پیامی ساده حمایت اعضای حزب محافظه‌کار را جلب کند، کسانی که بی‌صبرانه منتظر برگزیتند. بعد از 3 سال و 2 بار تعویق، ما باید 31 اکتبر اتحادیه اروپا را ترک کنیم. آقای جانسون در 3 دهه گذشته در مقام سیاستمدار و مخصوصا روزنامه‌نگار درباره همه چیز و همه کس نظر داده و خیلی وقتا با ادبیات نچندان محترمانش جنجال به پا کرده. البته بعضیا شک دارن که این نظرها حرف دلشه یا چیزی که فکر میکنه مخاطب دوست داره بشنوه. اینکه این حرفها رو ال میزنه یا بوریس. وقتی سال 2016 ترزا می او را وزیر خارجه کرد، حرفهایی که قبلا زده بود برایش درد سرساز شد. آن هم در اولین کنفرانس خبری مشترکش با همتای آمریکاییش. شما باراک اوباما رو به تنفر اجدادی از امپراتوری بریتانیا به خاطر تبار کنیاییش متهم کردید. هیلاری کلینتون رو به یک پرستار سادیست تیمارستان تشبیه کرد. الان گنجینه عظیمی از حرفای من هست که با یه جور کیمیای ناشناخته معنیشون رو عوض کردن. اگه بخوام دور دنیا بگردم و از همه کسانی که بهشون توهین شده معذرت خواهی کنم، خیلی طول میکشه. ولی این آخر داستان نبود. شما کارنامه بلندی از اغراق‌های فوق‌العاده و با زمین، راستش رو بگم، دروغ‌های شاخدار دارید. چهره جان کری به تنهایی همه داستان را میگوید. شاید بزرگترین گاف او حرفهایی بود که به کمیته روابط خارجی مجلس درباره یک ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران زد. وقتی قضیه نازنین زاغری ردکلیف رو نگاه میکنید، میبینید تا جایی که من میدونم روزنامه نگاری درس میداده. دولت بریتانیا و خانواده خانم زاغری میگویند او برای دیدن خانواده اش به ایران رفته بوده، نه آموزش روزنامه نگاری.
بسیاری خواهان برکناری آقای جانسون شدند و چند روز بعد حرفهای او در دادگاه به عنوان مدرک علیه خانم زاغری استفاده شد. بوریس جانسون عذرخواهی کرد. من قبول دارم که کلماتی که استفاده کردم میتوانست سوء تفاهم ایجاد کند و اگر حرفهایم باعث رنج بیشتر خانم زاغری و خانواده اش شده، از آنها عذر میخواهم. چندی بعد آقای جانسون به ایران رفت و با مقام‌های از جمله رئیس جمهوری ایران دیدار کرد، ولی نتوانست خانم زاغری را آزاد کند. بوریس جانسون همچنین با سفر به واشنگتن تلاش کرد با تحسین دونالد ترامپ او را راضی کند که از برجام خارج نشود. اگه بتونه مشکل کره شمالی و توافق هسته‌ای ایران رو حل کنه، دلیلی نمی‌بینم که کمتر از باراک اوباما استحقاق جایزه نوبل داشته باشه. ولی این حرف‌ها هم نتوانست نظر رئیس جمهوری آمریکا را تغییر بدهد و یک روز بعد او از برجام خارج شد. بوریس جانسون تابستان 2018 در اعتراض به طرح ترزا می درباره روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا پس از برگزیت، بعد از 2 سال از مقام وزیر خارجه استعفا داد. البته آقای جانسون ترجیح می‌دهد همه بیش از هر چیز به کارنامه‌اش به عنوان شهردار لندن نگاه کنند. شهری که در زمان او میزبان المپیک 2012 هم بود. یادگارهای دوران شهرداری آقای جانسون رو هنوز میشه در گوشه و کنار لندن دید. از جمله این دوچرخه‌های اجاره‌ای که به دوچرخه‌های بوریس معروف شدند. ولی بعضی از پروژه‌های دیگر او، از جمله طرح ساخت یک پل جدید روی رودخانه تیمز که بیش از 50 میلیون پوند هزینه‌اش کرده بود، به نتیجه نرسیدند. به هر حال او در شرایطی نخست وزیر می‌شود که به خاطر بن‌بست برگزیت بریتانیا پادر هواست. او تنها 100 روز وقت دارد که به این تعلیق پایان دهد. بهرنگ تاجدین، BBC.